بنی هاشم بیایی جوانان بنی هاشم بیایی علی نگی باختی ها همه با هم جواب بیاییم علی را کربلا رفتیم نمیشه روزه علی اکبر خون اینجا من به سبک عربا بخونم خدا رحمت کن آقای سیبه‌بی میگفت بذار من راه برم خدا داند که من طاقت ندارم معطل نباش دیگه خودت روزه کن خدا داند که من طاقت ندارم از که پیاده شد نتونست رو پا بایسته خورد زمین بازانو آمد و به بره کشتش نشد او را به بر کشید و زده برو کربلا اینجا نباشی خدا داند که من طاقت ندارم علی یکی و تنهاست حسین هیچی نیست کمکش کنه حسین یه خواهر داره برا حسین میمیره تا دید داداشش تنهاست لشگر دیدن یه خانوم داره میدوه هی به سر و صورت میزنه هی میگه خدایا بی برادر تا صدای علی آمد ابتا علیک من سلام بر پشت زین نشست و به دان سوی رو کرد اما پیاده خواهرش از پیش میدوید دید زینب جلو جلو داره میره چرا؟ میرفت تا پدر برود همراه پسر خواهر اگر به داد برادر نرا من دارم میگم حرف دلم جایی نخوندم زینب اومد دوتایی نشستن خواهر حالا میگی چه کنم چجوری برش گردونیم خیمه مگه نمیبینی چجوری جمعش کنم
وقتی یه جوون از دست میره، وقتی یه جوون از دست میره، همه اول مشکلی که به ذهنشون میرسه، حتی پدر جوون، اینه چجوری به مادرش بگیم. گفت زینب جان، زینب جان، گیرمم که بردیمش خیمه، به مادرش چجوری خبر بدی؟ بگویید مادرش لیلا بیاید، تماشای قده اکبر. بارا گفتم بازم میگم، مجلس اونس دیگه، شما هم دیگه منو میشناسید، منم شما رو میشناسم، میدونید که چیز دیگه تو ذهنم نیست جز اینکه تقریب به ذهن بشه، نزدیک بشیم، ببین بفهمیم چی شد، چه گذشت، در اندازه خودم. بنده جنازه برادرم آوردن تو حیات خونه، تاشی میخواستم بکنم زمان جنگ، جنازه رو برادرم آوردن گوشه تو حیات خونه، مادر ما اومد بالا سر تابوت نشست، گفت وا کنیم من بچه‌مو ببینم. ما هم به دلیل اینکه نمیدونستیم وضعیت جنازه در چه وضعیه، چه جوریه، فجیح نباشه، مادرمو یهو جا نخوره، یهو اذیت نشه، از دست نره، میخواستیم که این کار نشه. هی بنده به مادرم اصرار که مادر شما منصرف شو، بذار بریم به هی زهرا، اونجا حالا ازدحام جمعیت، زجه، گریه، خواهرها و برادرها، همه اوضاع ریخته به هم دیگه تو حیات خونه. مادر ما این تابوت اینجوری بغل گرفته بود، میگفت با کنین من همینجا ببینم. هر چی ما اصرار کردیم دیدیم زیر بال نمیشه. بودی اکبر یادتی خدا بیامرزه، ان شاء الله پدر شما رو. هر چی اصرار کردیم گفت نه نمیشه میرم. من یه خورده از کوره در رفتم، گفتم مادر جون چه گیری دادی؟ خب به ایزر رو با میکنم، میخوام قص بدم جا. گفت بچه تو نمیفهمی. گفت من اگه الان تو خونم بچم رو نبینم، تا وقتی زندم میگم نکنه این بچم نبوده. همش چشم به این دره، میگم نکنه الان در باز شه بیاد تو، بذار من خیالم راحت شه ببینم. ابی عبدالله صدا زد، بگویید مادرش لیلا بیاید. شمشیرها تمام تنت را رو بودن، چیزی نمانده است که روزی ما کنی.